با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان برنامه همراه. سری دیگری از برنامه همراه رو با ما هستید. این برنامه توسط کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه میشه. این برنامه هر پنجشنبه از طریق کانال جدید پخش میشه و شما میتونید این برنامه رو ساعت 8 شب به وقت ایران از طریق کانال جدید دنبال کنید. این برنامه به رویدادهای خارج کشور میپردازه. با ما باشید. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که در روز 15 خرداد برابر با 5 ژوئن تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی یک دیدار تدارکاتی در کشور کانادا در شهر ونکوور خواهد داشت. برگزاری چنین مسابقه‌ای به شدت خشم فعالین سیاسی ایرانی در کانادا رو و همچنین انجمن خانواده جانباختگان پرواز هواپیمایی اوکراینی و نیز خانواده دادخواهان رو برانگیخته. در حالی که همین روزها اعتراضات و گرانی توسط جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده میشه، در حالی که خانواده های دادخواه برای بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی تلاش میکنند، در حالی که زنان در جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود به ورزشگاه ها رو ندارند و با اسپری فلفل اونها رو مورد حمله بیرحمانه قرار میدن، برگزاری چنین مسابقه در ونکوور به حق مورد اعتراض. ما از تعدادی از فعالین در این عرصه که در حال حاضر سعی میکنند تا از برگزاری این مسابقه جلوگیری کنند دعوت کردیم تا در برنامه ما باشند تا گفتگویی داشته باشیم. با تشکر از افشین افشینجم، بابک یزدی و عباس ماندگار که در برنامه ما شرکت کردید، خیلی خوش آمدید دوستان عزیز. من اولین سوال رو از آقای افشین افشینجم میکنم، چرا باید به این دیدار اعتراض بکنیم؟ بله، من درود دارم خدمت شما و دوستانی که در این پنل هستن. ببینید، موضوع اعتراضی که ما ایرانیای در کانادا زندگی میکنیم، یعنی کانادایی های ایرانی تبار، این هست که ما از سه جنبه نگاش میکنیم این برنامه رو. یکی موضوع امنیتی هست، یکی مسئله اخلاقی هست و یکی هم موضوع قانونی هست. هر کدوم از این مراتب رو میتونیم راجبش صحبت بکنیم. ما قانونیش رو بخوایم بگیم، اول که ما رابطه ایران با کانادا رابطه اصلا نداره، ما سفارت نداریم، خوشبختانه از این نظر که لانه جاسوسی نداریم. این یک قسمت قانونیش اینه که ما الان در به خاطر موچک زدن به هواپیمای مسافربری اوکراین پرواز 751 176 نفر کشته شدن و این هنوز در مجامعه قانونی در پیگیری داره میشه. بنابراین اوردن این آقایون، من آقایون رو دو قسمت میکنم، یک قسمت بازیکنان هستن و دیگری کسانی که به عنوان ماموران امنیتی که همیشه همراه تیم هستن راجبش صحبت میکنیم. ما اصلا مشکلی با بازیکنان نداریم، ولی میدونیم که بازیکنان تنهایی نخواهند آمد، با یک آنتوراژ به قول معروف اینا میان و بودن اون افراد در داخل کشور کانادا اون قسمت امنیتیش هست. امنیت کشور رو برای ما ایرانی ها به علاوه کانادایی ها مخدوش میکنن. ما دیدیم که به عنوان مثال آقای اسد اسداللهی رو داشتیم، کاردار سفارت در وین، که دیدیم که قرار بودی که بمبگذاری بکنه در یک نشستی در پاریس. و ما باید تکرار بکنم این موضوع رو برای بعضی از بینندگان که ممکنه اطلاع نداشته باشن، این آقای کاردار سفارت بمبش رو از طریق هواپیمای مسافربری با خودش هم کرده، یعنی جان دیگران رو در خطر انداخته. بنابراین افرادی که اینطوری میتونن جان دیگران در خطر بندازن، اووردنشون در ایران از ایران به کانادا نظر من یک کار بسیار بسیار امنیتی است
که باید از اون جلوگیری کرد. و علاوه این که من فکر میکنم الان این اگر که جمهوری اسلامی یعنی موضوع رو داره نگاه میکنه، بهتره که نیان اینجا، به خاطر اینکه کارهایی که ایرانی های کانادایی در خارج از استادیوم یا داخل استادیوم خواهند کرد، آبروی جمهوری اسلامی رو اون چیزی که نداره بیشتر از پیش میبرن. من در خدمتتون هستم در سوالات بعدی. متشکرم از توضیحاتتون. البته در تایید حرف شما من این رو اضافه بکنم که ما با ورزش، با ورزشکاران هیچ مشکلی نداریم، ولی این مسئله فقط در قالب ورزشکارانی هست که در قالب تیمی که از طرف جمهوری اسلامی دارن به خارج از کشور میان. ما مخالف این هستیم که در واقع مخالف به جمهوری اسلامی هستیم که در داخل کشور، همونطور که گفتم، در داخل کشور اجازه نمیده زنان به ورزشگاه برن و خفقان ایجاد میکنه، کشتار ایجاد میکنه، و در خارج از کشور جست به اصطلاح دموکراسی میگیره و میاد و به عنوان مثال در کانادا میخواد مسابقه برگزار بکنه. برمیگردیم به شما برمیگردیم و در ادامه با عباس ماندگار. شهردار ونکوور و تعدادی از نمایندگان پارلمان به این مسئله اعتراض کردند. نظر شما در این مورد چیه آقای عباس ماندگار؟ بفرمایید. من به شما نگار عزیز و عزیزانی که در این پنل هستند و بینندگان و شنوندگانتون درود میفرستم. بله، ببینید، شهردار ونکوور و نخست وزیر کانادا و فرماندار ایالت بی سی، هر سه اینا مخالف این حرکت هستند. فکر نمی کنن این ایده خوبی هست که این بازی انجام میشه. فدراسیون فوتبال کانادا این دعوت رو انجام داده و برای ما این روز روشنه که اینها بازی خوردن. لابی های جمهوری اسلامی برای باز کردن پای جمهوری اسلامی به مجامع بین المللی فکر کردن کانادا یک به اصطلاح سافت تارگت، اینجا اپوزیسیون قدرتی نداره از نظر اینا و اینا خیلی نفوذ دارن، بنابراین میتونن این کارو بکنن. حساباشون کاملا غلط از آب در اومد. با یک مخالفت جدی از طرف اپوزیسیون روبرو شدن. جمهوری اسلامی در واقع این یه بازی معمولی فوتبال بین دوتا تیم نیست، این یه حرکت کاملا سیاسی، کاملا حساب شده بوده و خوشبختانه با هوشیاری مخالفین جمهوری اسلامی در کانادا، با انسانهای شریفی که در کمیته کانادا، ایرانی کانادایی که اینجا حضور دارن، این حرکت به عکس خودش تبدیل شد. بهترین و مؤثرترین نقش و خانواده های عزیز جانباختگان پرواز PS752 داشتن که ما همواره اعلام کردیم کنارشون هستیم، ازشون پشتیبانی میکنیم، از مبارزاتشون قدردانی میکنیم. نه تنها اونا، تمام داغدیدگان و داغداران 40 و چند سال حکومت و جنایت جمهوری اسلامی امروز به پا خواستن، کنار همدیگه قرار گرفتن. و ما فعالین حزب کمونیست کارگری و همه جریانات سیاسی که اینجا هستن تمام تلاششون رو دارن میکنن که مردم متحد یک پارچه در مقابل اینا بیستن. هیچ کس از حضور و وجود منحوس جمهوری اسلامی سودی نمیبره. اینا همه رو دارن مورد تعرض و آسیب قرار میدن و بنابراین ما از همه خواستیم، از همه مخالفین جمهوری اسلامی، که در مقابل اینا بیستن. ما کاملا آماده پذیرایی از نمایندگان جمهوری اسلامی هستیم، از بد ورودشون تا هر جایی که حضور پیدا بکنن ما حاضریم. و خلاصه بفرمایید این گویا این میدان. بله، متشکرم از توضیحاتتون. بابک یزدی، به سوال بعدی رو از شما دارم. تعدادی از ورزش دوستان معتقدن که این مسابقات رو نباید رنگ سیاسی بهش بدیم. نظر شما در این مورد چیه؟ شما چی فکر میکنید؟ بله، ببینید، در بعضی از کشورها ورزش با سیاست قاطی نیست، ولی ایران یک رژیمی هستش که از خوراک و پوشاک و نمیدونم لباس و موسیقی و هر چیز آدم ها را رژیم جمهوری اسلامی سیاسی کرده.
نصف جمعیت را که زنا باشن از رفتن به فوتبال محروم کرده، یعنی اوتوماتیکوار همه چیز سیاسی کرده. ما هم میگیم نباید باشه، ولی اوتوماتیکوار چون رژیم سیاسی کرده و میبینید که همه درگیر شدن، خانواده های پرواز 572، گروه های مختلف، تیم های مختلف، شخصیت های مختلف، جریانات مختلف، همه به یک شکلی درگیر شدن به خاطر این رژیم همه چیز سیاسی کرده و ما هم یه گوشه از این به قول گفتنی گروه ها و شخصیت ها و جریاناتی هستیم که در 30 سال گذشته همه چیز رژیم سیاسی کرده. عاشورا هم سیاسی کرده، ما دروش بایستادیم، نوروز هم را سیاسی میکنه و هر شکلی که رژیم در رژیم جمهوری اسلامی هر کجا بره اون چیز سیاسی میکنه و در هر صورت رژیم ما سعی میکنیم کنسلش بکنیم، ولی کنسل بشه باخته، کنسل هم نباشه باخته و در هر شکل رژیم جمهوری اسلامی تو اینجا آبروش خواهد رفت. به این سادگی فکر میکرد از این مخمصه جون سالم به در میبره، ولی متاسفانه یا خوشبختانه از ما متاسفانه برای جمهوری اسلامی چه کنسل بشه و چه نشه یک شکست بزرگی براش خواهد بود. بله، در همین رابطه سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که کانادا داره این به صلاح این مسئله رو به سمت و سوی سیاسی میبره و به حرف این سیاسیونی که در خارج از ایران هستن، در خارج از ایران، در کانادا به سر میبرن، دارن گوش میکنن و صرف نظر از مسائل سیاسی و حزبی باید نگاه بکنن به این مسئله، در صورتی که خود دولت ایران داره این مسئله رو، یعنی در واقع داره این کار رو انجام میده و تا اونجایی که در خبرها هست تعدادی از ورزشکاران رو لیستشون رو از لیست به اصطلاح اسمشون رو لیست قلم زدن و که سعی کنن یه سری از سپاهیون رو بیارن، از سپاه پاسداران بیارن، بتونن بیارن به کانادا. سوال بعدیم از آقای افشین افشینجم هستش که خب یه سری از فعالین خارج از کشور در کانادا در واقع و سعی کردن و خب تلاشایی کردن که جلوی این مسئله رو بگیرن، تا چه حد موفق بودن و به کجا رسیدن؟ این تلاش‌ها به کجا رسیده آقای افشینجم، که شما خودتون هم یکی از این فعالین هستید، به کجا رسیدید؟ این تلاش‌ها به کجا رسیده؟ ما امیدوار هستیم. ما امیدوار، تلاشا همینطوری که هر روز میگذره ما خبرهای مختلفی رو از ایران و مقامات ایرانی میشنویم و این صحبتهایی که ما میشنویم به نظر میرسه مقدماتی هست برای باطل کردن اومدنشون، برای اینکه همینطور که آقای یزدی چند لحظه پیش گفتن آمدنشون افتضاح خواهد بود براشون، نیامدنشون هم افتضاح خواهد بود، بنابراین در یک بنبستی قرار گرفتن و الان نگاه میکنن که از این بنبست چجوری میتونن خلاص پیدا کنن. طبق آمار، آخرین آماری که ما داریم گفته میشه که ورزش المپیک ایران $400,000 بابت این بازی قراره که بگیره و تمام، البته تمام اختیارات و تمام حق و حقوقش هم به بخشیده، یعنی اینکه امضا کرده که هیچ حق و حقوقی نداره، بنابراین تمام خرج تبلیغاتی که، یعنی پولی که کانادا، اسوسییشن کانادا میگیره از این بابت دیگه اونا حقی ندارن. ولی این $400,000 گفته میشه که $200,000 به جیب فدراسیون فوتبال ایران میره و اون بقیه $200,000 هم هزینه ها خواهد بود و یک کمی هم پولی برای بازیکنان، که البته اون $200,000 به جیب مردم ایران نخواهد رفت، بلکه به همون کسانی که سردمداران فوتبال هستن که اکثرشون هم سپاهیان هستن عرشبت که بهشون میرسه. پرسشی کردین که قبلا راجع به این که چرا موضوع باید سیاسی باشه، بنابراین هر چیزی در ایران سیاسیه. شما بگیم آقا من نون ندارم، هوا مسمومه، میگن شما سیاسی هستین، بنابراین فرقی نمیکنه شما چی بگین، اونا همه چیز رو سیاسی میدونن، در حالی که الان اینجا برای ما کانادایی ها ایرانی تبار وجود اینها رو ما به عنوان یک خطر جدی برای جامعه ایرانی و کانادایی میدونیم.
متشکرم از توضیحاتتون. عباس ماندگار، شما یک نامه سرگشاده به دولت کانادا نوشتید تا اونجایی که اطلاع دارم، و در مورد این نامه و متن این نامه برای بینندگانمون توضیح بدید که چی بوده متن این نامه که برای نوشتید برای. بله، ببینید این نامه به اصطلاح تلاش جمعی بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی که با هم راحت هستیم و کار میکنیم، از جمله آقای افشینجان و دیگران و خیلی عزیزانی که اسمشون پای نامه هست و بعداً هم با ما تماس گرفتن، گفتن که حاضرن این نامه رو امضا بکنن. خطاب به برگزار کنندگان این مسابقه یعنی فدراسیون فوتبال کانادا بود، ولی خب این چون نامه سرگشاده است، رونوشتش به نخست وزیر و به تمام نمایندگانی که بهشون دسترسی داریم و امیگریشن کانادا، وزارت امور خارجه، به همه اینا فرستاده میشه. یعنی یه فشار جمعی بوده به این که این بازی رو متوقف بکنن. ما به فدراسیون گفتیم که اگر شما نمیدونید بذارید ما براتون توضیح بدیم. این یه بازی معمولی نیست، همینطور که توضیح دادم این یه حرکت زیرکانه سیاسیه برای اینکه پای جمهوری اسلامی به مجامع بین‌المللی باز بشه، در حالی که جمهوری اسلامی رو اپوزیسیون ایزوله کرده، جمهوری اسلامی رو بایکوت ما داریم میکنیم. از نظر سیاسی، فرهنگی، ورزشی ما از همه خواستیم اینو جمهوری اسلامی رو بایکوت کنن. اینا لابی های جمهوری اسلامی از این طریق با بازی دادن فدراسیون تحت عنوان یک به اصطلاح که فرندلی، یک بازی دوستانه، اینا رو گول زدن در واقع که این کار رو انجام بدن و پای جمهوری اسلامی رو باز بکنن. خب جمهوری اسلامی هم همینطور که آقای افشینجان هم توضیح دادن، همراه تیم فوتبالش، بخشی از عناصر اطلاعاتیش، بخشی از همون کسایی که واقعا هر جا رفتن جز اختلال و مزاحمت برای مردم دیگه در دنیا به وجود نیاوردن، تروریستن به طور مشخص، اینا تروریستن، اینا هر جا برن عامل بدبختی و خبرهای بد هستن. خب ما اینو گفتیم به فدراسیون و گفتیم که اینو کنسل بکنه، چون این با آبروی خودشون بازی میشه و با آبروی کانادا بازی میشه، و این پیغامو گرفتن. یعنی فشار دولت کانادا احساس کرد، به خاطر همین الان محدودیتای رو قائل شده برای این تیم که اولا شمارشون باید چیز باشه، دوما بهشون هشدار دادن که کاملا بک‌گراندشون رو بررسی میکنن. یعنی اگر کسی باشه در بین اینا که از عوامل جمهوری اسلامی باشه که هست و دستشون به خون مردم آلوده شده باشه، عضو سپاه پاسداران باشن، اینجا میمونن، اینجا سرنوشتشون میشه سرنوشت حمید نوری در سوئد، توجه میکنین؟ و اونایی هم که اینترستی در برگشتن به ایران ندارن میمونن، توجه میکنین؟ یعنی یه افتضاح سیاسی برای دولت ایران، برای حکومت ایران و بخشن برای دولت کانادا این تموم میشه. بنابراین ما، یعنی این نامه هدفش این بود و به نظر من خیلی موفق بود. فرهیختگانی پای این نامه رو امضا کردن که بسیار سرشناس هستن، بسیار بانفوذ هستن، و بنابراین ما خیلی امیدواریم که جمهوری اسلامی پیامو بگیره و از این صرف نظر کنه، اینو کنسلش کنه. بهترین راه برای خودشون و برای دولت کانادا اینه که این بازی کنسل بشه و این یه موفقیت بزرگه برای اپوزیسیون. البته فکر میکنم این پیام رو گرفته و این پیام رو دریافت کرده و تا اونجایی که من اطلاع دارم به صلاح این مسئول تیم ملی آقای حمید استیلی فکر میکنم و این رو گفته که به احتمال قوی ما نتونیم، و الان خودشون الان فکر میکنن که این بازی رو احتمالاً کنسل کنن تا اونجایی که توی خبرهای ایران هست، و هنوز شک دارم به این مسئله که آیا به کانادا بیان برای بازی یا نه. جناب سیامک زاده، من میخواستم این اعلام کنم اینجا با صدای بلند که چه بیان چه نیان ما آماده ایم. یعنی ما آماده ایم از فرودگاه اینا تحویل بگیریم تا هر جایی که برن، و داخل استادیوم و خارج استادیوم ما آماده ایم کنار خانواده های همین دلیل هم هستش که نمیان دیگه، شما دست شما منتظر هستید و همین دلیل هم نمیان، انتخاب با اوناست. بله، بابک یزدی
خب مرکز این اتفاقات در ونکوور بوده. مرکز این اتفاقات در ونکوور بوده. شما در تورنتو چه اقداماتی کردید؟ چه کارهایی انجام دادید؟ یک توضیح خیلی کوتاهی به ما بدید که چه اتفاقاتی اونجا افتاده؟ بله، ما از روز اول که آقای حامد اسماعیلیون در این ارتباط اطلاعیه داد، از اون روز هماهنگ تا امروز گفتم جریانات، افراد، گروه ها، شخصیت ها داریم هماهنگی و همکاری میکنیم که البته تورنتو را که کنسل کردم بازی با اکوادور، و در ونکوور هم سعی خواهیم کرد کنسل بکنیم. ما مخالف فوتبال نیستیم، ما با مخالف فوتبالیست ها نیستیم، ما مخالف تماشاچی ها نیستیم، ولی مخالف این بازی سیاسی رژیم هستیم. و همونطور که حتی نخست وزیر کانادا هم گفته کار خوبی نیست، که بالاخره نکته خوبی را اشاره کردن، شهردار ونکوور یا پریمیر اونجا گفته اینا همه خوب است ولی اصلا کافی نیست، باید اینا بیشتر و جدیتر برخورد میکردن. ما سعی خواهیم کرد اینا کنسل بکنیم، ولی اگر کنسل نشد، از داخل فرودگاه که وارد میشن تا خود استادیوم تا در مسیر راه هر کجا خدمت رسید، و این را به قول گفتن یک افتضاحی براشون خواهیم درست کرد و این را منتظرش باشه. من مطمئنم که درصد بالا این کنسل میشه چون پیام را گرفتن، ولی اگه کنسل هم نشد باز هم با یک افتضاح روبروشون خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکر از توضیحاتتون. اگر نکات دیگه ای دارید دوستان، در خیلی کوتاه در عرض یک دقیقه میتونید مجددا توضیح بدید. ممنونم. بفرمایید آقای افشینجم، بفرمایید شما. بله، مثلا میکنم مطالبی که باید گفته شده، ولی ما در این نامه که شما اشاره کردین ما اضافه کردیم که این رژیم رژیمی هست که ورزشکارا رو میکشه. نوید افکاری یکی از اون هست. اسید پاشی به صورت زنان برای اینکه ممکن یک چند تا لخته موشون بیاد بیرون از لچکشون اسید میکشن. یا اینکه برای کسایی که حتی بلیت خریدن اسپری فلفل میزنن و در حقیقت تبعیض جنسیتی واقع شده، همون چیزی که در آفریقای جنوبی تبعیض نژادی شده بود، صحبتی که آقای ماندگار مطرح کردن اینه که کسانی که میان ممکنه که ID یا اون به اصطلاح شناسنامه یا پاسپورت خودشون نداشته باشن. ما نمونه شو داریم، سردار طلایی، که ما فکر میکنیم که وقتی اومد به کانادا مطمئنن به عنوان رئیس پلیس سابق تهران نیامده بوده، به عنوان یه نفر دیگه اومده بوده با پاسپورت قلابی. بنابراین یک هشداری هست برای مقامات کانادایی که مواظب کسایی که با پاسپورت قلابی میان مواظبشون باشیم. در هر صورت دوستان اشاره کردن، اگر کسانی میان که ممکنه بخواین که پناهنده بشن اینجا، هم دوستان ما، همکاران ما، چند تا وکیل اینجا هستن که میتونیم ازشون حفاظت بکنیم و اینکه خواستشون رو برآورده بکنیم. متشکرم. اگر دوستان دیگه نکاتی دارن در عرض یک دقیقه خواهشن، و اگر نه که ممنونم از حضورتون در این برنامه. بله، در تکمیل صحبت‌های آقای افشینجم من می‌خواستم بگم که حتی اگر این افراد با پاسپورت جعلی، با به اصطلاح نام دیگری وارد کانادا بشن، مردم اینا رو می‌شناسن، مردم دشمنای خودشونو، بازجوهای خودشونو، جنایتکارای جمهوری اسلامی می‌شناسن، اینا شناسایی میشن و سرنوشتشون میشه سرنوشت حمید نوری و بقیه که در اروپا و جاهای دیگه گرفتنشون. اون همینطور که آقای افشینجم گفتن، اگر کسانی هم نمیخوان برگردن به جهنم جمهوری اسلامی، با آغوش باز ما پذیراشون هستیم و کمک میکنیم. این پیغام ما به این عزیزان هست، به بازیکنان هست، و پیغاممون به جنایتکاران جمهوری اسلامی که خلاصه ما منتظریم. بفرمایید، آماده ایم. متشکرم بابک یزدی، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. من هم یه دور دیگه تشکر میکنم از شما و دستندرکاران این برنامه، و ما باز گفتم ما 30 سال است که هر کجا جمهوری اسلامی حضور سیاسی پیدا کرده بهش اجازه ندادیم، و این بار هم جدای از بقیه برنامه ها نخواهد بود. مرسی. ممنونم و با سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتی و در این برنامه شرکت کردید. متشکرم از حضورتون. آخر این هفته جاری ما 2 تا اکسیون در کشورهای مختلف، در 2 کشور مختلف و در شهر مختلف داریم. اولین اکسیون در شهر گوتنبرگ سوئد هست که در حمایت از معلمان و کارگران
زندانی هست. این اکسیون روز شنبه 28 ماه می در مرکز شهر گوتنبرگ برگزار خواهد شد و از تمام دوستان و عزیزانی که در این شهر هستند دعوت میکنیم که در این اکسیون شرکت بکنن و حمایت بکنن از معلمان و کارگران زندانی. و دومین اکسیون هم همینطور در شهر فرانکفورت آلمان هست و به حمایت از مبارزات مردم در ایران و همبستگی با مردم در ایران و همینطور قتل عمد افرادی که در آبادان مردن و کسانی که در آبادان زیر آوار موندند. این اکسیون هم همینطور در شهر فرانکفورت، همطور که گفتم در شهر فرانکفورت آلمان، در مرکز شهر فرانکفورت هست و از ساعت 18 برگزار خواهد شد، برپا خواهد شد. شما که در شهر فرانکفورت، در اطراف شهر فرانکفورت هستید، میتونید به این اکسیون برید و در این اکسیون در حمایت از مردم ایران شرکت بکنید. به انتهای برنامه این هفته رسیدیم. با ما در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. آدرس های ما همیشه، شما میتونید در هر زمان با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه بعد و تا هفته دیگه، روز و روزگار بر شما خوش باد.